بنام خدا سلام و شبتون بخیر به برنامه پس از خبر خوش آمدین همت الله میساق محمدی هستم دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش نوشته که امریکا از سال 2002 میلادی نزدیک به 62 میلیارد دلار به نیرهای امنیتی افغانستان کمک کرده است دفتر بازرس ویژه امریکا برای افغانستان نوشته که از 48.23 میلیارد دلاری که به نیروهای امنیتی افغان پرداخت شده است 31.93 میلیارد آن به ارتش و 15.94 میلیارد دیگر به پلیس این کشور پرداخته شده است جان سابکو سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش نوشته است مبلغی که برتش افغانستان پرداخت شده حدود 12.26 میلیارد آن به امور مراقبت و نگهداری و بیش از 11 میلیارد دیگر به تجهیزات و حمل و نقل و 195 هزار نفر عضو ارتش هزینه شده است. در گزارش سیگار همچنین آمده که سالانه ده میلیون دلار در نهادهای امنیتی افغانستان صرف خرید تجهیزات غیر استاندارد شده است. پیشتر دفتر آقای ساپو گزارش کرده بود که 16 هواپیمای حمل و نقل کمک شده به ارتش افغانستان به 486 میلیون دلار اوراق شده و با مبلغ ۳۲ هزار دلار فروخته شده است این در حالی که سایر قدرت های بزرگ جهان هم کمک های زیاده را در اختیار ارتش و پلیس کشور قرار داده که آمار دقیق ها در دست نیست در واکنش به موضوع 16 هواپیمای حمل و نقل وزارت دفاع افغانستان این گزارش سیگار را رد کرده و همچنین در تازه ترین مورد در واکنش به پخش 62 میلیارد دلار کمک به نیروهای امنیتی افغانستان وزارت دفاع کشور میگه که 62 میلیارد دلار امریکا به نیروهای امنیتی افغان چگونگی مصرف این پول بر عهده امریکا بوده سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که تمامی تجهیزات ارتش ملی توسط خود امریکا خریداری شده است سیگار مفتش ویژه ای آمریکا این موضوع را گزارش کرده بود و یا شماره از نمایندگان مجلس افغانستان هم روی 62 میلیارد کمک آمریکا به نیروهای امنیتی افغانستان صحبت هایی داشته و بیشتر از چگونگی حیف میل این کمک ها سخن در بیان است و حالا پرسش اساسی این است در صورت که 62 میلیارد از سال 2002 تا اکنون به نیرهای امنیتی کشور از سوی آمریکا کمک شده پس این کمک ها کجا رفته و ما چرا شاهد تجهیزات مدرن و بروز نیروهای امنیتی نیستیم در حالی که میشه با این کمک که آمریکا کرده خیلی به نیازمندی ها و مشکلات نیروهای امنیتی کشور رسیدگی شود برای بحث و روشنگری بیشتر در برنامه امشب آقای سید اکرام افزلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان تلاعظات دیگر در استودیو با ما میپیوندند و بحث ما روی همین مورد است وقفی کوتاه داریم در ادامه داریم. سلام دوباره شما بیننده برنامه پس از خبر به گونه مستقیم و زنده از آریانا نیوز هستن بحث امشب ما روی نشر گزارش سیگار و واکنش وزارت دفاع ملی در این زمین است که میگه 62 میلیارد دلار آمریکا به نیروهای امنیتی افغان چگونگی مصرفش بر عهده آمریکا بوده و تمام تجهیزات ارتش ملی توسط خود امریکایی ها خریداری شده است و اینجا در استودیو با من سید اکرام افزلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان است آقای افزلی خیلی خوش آمدین به بس و واقعا چگونه میبینین این موضوع 62 میلیارد کمک شده اینجا هم گفته میشه رهبری به عهده خود آمریکایی ها بوده و ارتش که هر روز داد از نیازمندی هایش بالاست بسیار تشکر در آغاز باید بگیم که 104 میلیارد دلار که صحبت میشه تمام از به مصرف نرسیده در حدود کمتر از 100 میلیارد از به مصرف رسیده و از جمله 62 میلیارد دلار که به سکتور نظامی داده شده برای افغانستان که شامل اردو و پلیس افغانستان میشه دهی 58 میلیارد تار به مصرف رسیده و پولای باقی مانده با با از تار به مصرف نرسیده و از جمله از کجاست از جمله 58 میلیارد که رو میگن به مصرف رسیده 48 48 میلیارد ازی که به مصرف رسیده 32 میلیارد ازی به اردو میلی داده شده و 16 میلیارد ازی به برای پلیس به مصرف رسیده البته اینکه پول ها به کجا مصرف شده تفصیل ازی و جزیات زیر پیش ما فعلا نیست و یکی از دلایلی که ما چند قبل حالا کی باید جزیات بده وزارت دفاع میگه که خود امریکایی مصرف کردن خودشان باید, باید. طبیعی است باید. که در قدم اول باید که ایالات متحده آمریکا و حکومتش باید جواب بگه که ای پول ها با کجا مصرف رسیده هم به مردم افغانستان باید جواب بگن هم به با مردم خود جواب بگن و این وظیفه سیگار است که ایره باید پیدا بکنه که چگونه به مصرف رسیده تمام تحصیل دیره هم میشه که تا جای که امکان داشته باشه شریک شه تا ببینیم که واقعا این پول ها به کجا مصرف شده ولی اگر بگیم که تمام از این پولها ها مستقیما از طرف آمریکا مصرف شده درست نخواد باشه یک مقدار از این از طرف حکومت افغانستان به مصرف رسیده و یک مقدار زیاد از زی از طرف خود آمریکا به مصرف رسیده آل ما موضوعات مختلف درې مثلا 16 هواپیمایي چې برې ورډي مدي خريده شوېده بود چې از بین رفت او 4 د دیګې شونې زما منتظراس جرمني کې بلخره به وونه چې کارو صورت خاټ گرفت وازنېستال ولیې پوله به په مشکل در ديګې موارد هم به مصرف رسیدا حیف و میل شوده او اکثر د پوله کې به وونسان راوده پس په یو شکل د وونسان براماده پوله و البته در گزارش سیگار گفته ای هم گفته شده که بیشتر از آن چیزی که در پلان مارشال بر اروپا بعد از جنگ جهانی دوم در نظر گرفته شده بود برای بازسازی اروپا از او بیشتر با یا با ما اندازه تقریبا در افغانستان هم پله وباس رفرشي ده ولی نتیجش ان چیز نیس البته درسته نه خدشه که ما افغانستان را به اروپا بعد از جنگ جهانی دوم مقایسه وکریم چون درستهس که ساختار ها اونجا ځبنرفته بود زبرنه ها ځبنرفته بود ولی مردمه که اونجا بودن بسط یعنی از نگاه قوه بشری او تا بسیار حد مانده بود و به اساس از قوای بشری نیستن که به پول کم که داخل شد دوره اجازه که پس بیرون بره و از او استفاده خوب بکنن افغانستان وضعیت متفاوت بود ولی باز هم 104 میلیارد دلار که از طرف امریکا کمک شده و کشورهای دیگه هم کمک کردن این پول بسیار زیاده است که ما باید واقعا در زندگی مردم در وضعیت نهادهای ما که تمام ازې به تغییرات بسیار اساسی لري وباید اورا شاهد مبدیمه که متاسفانه ما شاهد تغییرات بسیار جدي نيستيم د تمام تاسيسات خو دريم يا يا ازره بنهایي که دريم يا نهادایي که دريم البته یک مقدار زياده ازي پول ها که است به خاطر نگهداری پولیس ملي و اردو ملي به مصرف شيده که مثلا اگر ببينيم در موارد اردو ملي 5 میلیاردي به مثلا ساختمانی به مصرف رسیده و تقریبا 11 میلیارد از بالای تجهیزات و مسائل ترانسپورتی به مصرف رسیده و بیشتر از 12 میلیارد از فقط به خاطر نگهداری نگهداری وردی میده به مصرف رسیده و پلیس مغربیه تقریبا به خاطر نگهداری پلیس 596 یعنی تقریبا 6 میلیون دلار فقط به خاطر نگهداشتن پلیس ملی در موضوعات معاشات و مسائل دیگه به مصرف رسیده و پول بس، بسیار کم به خاطر مسائل آموزش و همچنان مسائل تجهیزات و ترانسپورت و ساختمان ها به مصرف رسید. این گزارش ها از دید شما به عنوان یک نهاده که در راستای شفافیت کار میکنین گزارش هایی که سیگار هر از نشر میکنه خیلی گزارش های تکان دهنده است. حرف از اختلاس و حیف و میل مقادر بسیار بالای مالی است در این گزارش ها. اما در واکنش به این گزارش ها تنها گفته میشه که خب یا رد میکنیم یا نادرست است و یا اینکه وزارت دفاع در مورد آخرین گزارش میگه که خب مربوط ما نمیشه تمام پلا و از سوی خود آمریکایی ها به مصرف رسیده چیزی که مهم است این است که شفافیت باید وجود داشته باشه هم در پولی که کمک شده به افغانستان و هم در زمینه هایی که این پول به مصرف رسیده این شفافیت و این پاسخگویی را نمیدونم از کجا باید دریافت خب ما به جامعه مدنی صدای خدا بارها بلند کردیم فقط دمی هفته که گذشت ما یک برنامه سرتاسری رو داشتیم که نه تنها در افغانستان بلکه یک کمپاین که به سطح دنیا روان است ما به خاطر ازی که شفافیت در کمک ها ایجاد شده ما خواستیم که بین المللی که به خاطر شفافیت و کمک ها باید در نظر گرفته شود او را در موردش یک آگاهی رو ایجاد بکنیم و همچنان از تمام کشورهای مساعد کننده خواستیم که باید این معیارها را تمام نظر بگیرن تا به اساس در نظر گرفتن معیارهای شفافیت کومک ها ما بتونیم که مو اطلاعاتی که لازمه اس که باید در سره سمه بشه تا سوالای که امروز ما داریم ولې پاسخ به اوس سوال ها نداریم ای تمام از ای پاسخ پیدا وکنه و ما بتونیم که پیدا وکنین که مشکل اساسی در کجا بوده کی مسول بوده و چرای ای پول ها ندانسته که به درد مردم افغانستان بخوره در حاله که ما در تمام دنیا به ای مشهور هستیم که بشترین کومک ها را در دنیا ما میگیریم ول ما از ای طرف از ای سود نه میبریم بدنامی شست که ما یک کشور هستیم که کاملا متکی به کمک های بیرونی هستیم ولی متاسفانه ندانستیم که مو مؤثراتی که باشه ما به هوا بریم دقیق آل هم در حکومت افغانستان مشکلات است ما ایره کاملا نمیپذیرم که حکومت افغانستان بگه که این پولها تمامش از طرف امریکا به مصرف رسیده از طریق حکومت افغانستان هم یک مقدار از این پولها به مصرف رسیده و ای نمیشه که حکومت افغانستان بگه که چون امریکا حساب نمیتن ما هم به کسی حساب نمیدیم حکومت افغانستان اگر حکومت مردم افغانستان خدا فکر میکنن باید به مردم افغانستان جوابگو باشن باید شفاف باشن چون حکومت از مردم است و اطلاعات هم که او ما از مردم است باید که به دسترس مردم گذاشته شود تا مردم ببینن که واقعا در کجاها مدیریت سالم وجود نداشته در کجاها شف... شفافیت نبوده یا مثلا در کجاها فساد وجود داشته و سوء استفاده ها صورت گرفته ما مثال های زیاده داریم که حتی در خریداری مواد خوراکي پولیس و اردو هم اختلاس صورت, صورت گرفته حتی حتی یک از تجارای کی در بازار کابل هستند اونا برم ما گفتن که در لوبیا کی به خاطر اردو ملی خریده شده بوده او هم اختلاس وجود داشت یعنی اینه و قصه ها را ما شما هر روز میشنویم و وقان که قابل تشویش است چون بعد از اکثریت پول های کی قبلن از طرف نهادای بین ملي به مصرف میرسید بعد ازي از طریق بودیجې افغانستان به مصرف خاط رسید او تقریبا 50% بودیجې ما شما به خاطر مسایل نظامی در نظر گرفته شده یعنی تقریبا در حدود 4 میلیارد دلار سالانه از طرف از طریق بودیجې ملي افغانستان به مصرف خاط رسید به خاطر سکتور امنیتی و کمترین شفافیت او حسابدهری مو د سکتور فعلا مشاهده میکنیم حالا به خاطر شفافیت نیاز... و پاسخگویی چه چی چیز نیاز است حکومت افغانستان باید چه کار بکنه و در این حال آمریکا دولت آمریکا هم از گزارش های سیگار در بعض موارد ناراض است خب سیگار ما فکر میکنم که وظیفه خدا بسیار به شکل خوبش انجام میده چون در بسیاری موارد که واقعا اصلا ما آگاهی نداشتیم در مورد از او ما میفهمید اصلا همین 104 میلیارد دلار که ما میگیم که به افغانستان کمک شده از این پول ها ما گاهی نداشتیم که واقعا نمی مقدارش چقدر است امریکا چقدر کمک کرده در کدام بخش ها کمک کرده این ما گزارش سیگار به دست آوردیم که در کدام سکتور چقدر پول به مصرف رساندن و کدام صندوق های مساعدتی است که سری قزو آمریکا امریکا مصرف کرده و چقدر پول به هر کدام از او پرداخته واقعا که سیگار کار خود به شکل درست انجام داده نیاز به این است که حکومت امریکا باید که سوال هایی که از طرف سیگار شده اداراتی که در این زیر باید جواب خود باید بگن ولی ما از بالاتر خواست ما از حکومت افغانستان است که اونا هم شفافیت بیشتره و حسابدهی خوب را به خاطر نظارت خوب را در سیستم خصوصا سیستم نظامی ما ایجاد بکنن به خاطر از اینکه اکثر وقت مسائل نظامی آو... گفته میشه که باید پنهان باشه چون امنیت ملی و مسائل ملی مطرح میشه اینجا بنان ما اطلاعات را با دسترس کس قرار ندهیم باید شفافیت وجود نداشته باشه و از اکثر وقت سوء استفاده صورت میگیره به خاطر امو که اینا میگن که منافع ملی است منافع مردم است به خاطر از مو کار پس منافع ملی را نظر پای میکنن و منافع مو مسائل شفافیت و سبدهی در نظر گرفته نمیشه بنا نیازمندی بر ازی است که در این سکتور بیشتر شفافیت ایجاد شود بیشتر دهی ایجاد شود و مکانیزم های باید به میان بیاید که اجازه نده که فساد واقع شود تمام سیستم که ما داریم سیستم تدارکات داریم سیستم مثلا از استخدام گرفته تا مسائل دیگه که مربوط مصرف به پیسه میشه به پول میشه یا مثلا مربوط به این میشه که تصمیم گرفته میشه که منابع چگونه مصرف شود تمام از این سیستم ها و مکانیزم ها باید به شکل بسیار جدیش باید دیده شود تمام جاهایی که یک آسیب پذیری وجود داره که به خاطر فساد او رو باید شناسایی شه و بالاخره به خاطر از بین بردن از او باید اقدامات باید صورت بگیره و همچنان افرادی که در چند سال گذشته به شکل بسیار یعنی یعنی که پولهای بسیار زیاد را پیدا بکنن در اردوی ملی بودن در پلیس بودن اینا باید شناسایی شوند و از اونا باید پرسان شود که پول ها کجا کردن. با پول که یک اسکر اردو ملی میگیره یا مثلا یک پلیس ما میگیره باوپل خو کس نه میتوننه ک به ی اندازہ پول درشه مثلا کوم بعضی افراد را میبینیم بونن ازو افراد باید پرسان شوهونه باید جوابخه بدهن ک پوله راست کجا کردن و به خاطر آینده باید ک سر سیستم باید زیاد تاکید شود باید که سیستم قسم ساخته شود که خودش در مقابل فساد خود بقایا بکنه و از سوء استفاده صورت نگیره و اگر سوء استفاده صورت میگیره باید که مکانیزم های باید وجود داشته باشه که باید پیگیری شود کسایی که متخلف هستن سوء استفاده میکنن با اونا باید با فکر یک, با یک برخورد جدی صورت بگیره انتقال میگیره. کمک ها به بودجه افغانستان حداقل مشکلات فساد کمتر خواهد شد این اتومات نیست ما به این باور هستم که اگر ما نتونیم که در داخل سیستم افغانستان در, در بخش های مختلف خصوصا در بخش نظامی که ما شما سر صحبت کردیم اگر در اینجا یک شفافیت بیشتر ایجاد نشه و حسابدهی و نظارت درست ایجاد نشه و, و ما ها بازنگری نشه و ما آسیب پذیری را شناسایی نکنیم در تمام سیستم های خود ما مطمئن باشیم که پول ها از طریق حکومت افغانستان اگر به مصرف ورسه جای را نخواد گرفت بنابراین بسیار مهم است که اول ما سیستم خود را بسازیم و بعد از او اگر پول از طرف, طرف حکومت افغانستان مصرف میشه واقعا که یک،, کار خوب است ما از استقبال میکنیم خیلی ممنون تشکر جناب سید اکرم افضلی رئیس دیوان شفافیت افغانستان پایان برنامه امشب تشکر از همراهی شما خواهم